آقا من 4-5 نکته یادداشت کردم به عنوان چیزایی که حتما باید روشن کنم، چون اگه بخوام شما پافشاری کنین رو حرفتون حتما توصیه‌تون رو تبدیل به مصوبه کنین اگه خواستید. در مورد همجنس دوستان یا همجنس گرایان من وارد انگیزه نمیشم که چرا رفقا مثلا تو آمریکای شمالی ممکن اساس باشن، یه کسای دیگه هم ممکن تو اروپا اساس باشن، فشار این جنبش اینا، میخوام ریشه استقرارشون رو بحث کنم. بحث من اینه که من با جنبش همجنس گرایان سمپاتی ندارم. علتش چیه؟ همونطور که با جنبش گیاهخواران را بیخته ما باشن سمپاتی ندارم، من با جنبش سیگار نکشا سمپاتی ندارم. به نظرم اینا کیسایی امرای مربوط به خودشون، قانون باید این حقوق جوری نوشته بشه که نیازی به راه انداختن جنبشان نشه ما اون قانون بنویسیم. اگه من اصلا من هر کسی برداره کارت هویت جنسیش، اینکه چه قضایی از گلوش پایین میره و اینکه مثلا با کی قرار دوست داره چه کار بکنه، جنبش سادومازوخیستا چی؟ اینجا قانونیه. جنبش سادومازوخیستا قانونیه، حقوقشون سلب میشه، پدرشون رو در میارن چون دوست داره این کارو با خوشو اعمال خوشونت با طرفینم راضی ام بکنن. من بعد راه میافتم بگم مستقل از تمایلات جنسی اهم از مسالمت آمیز یا سادومازوخیستی نمیتونم این کارو بکنم، من جزء اون جنبش نیستم. این تبعیض مثبت آقا جان، وقتی میگم سکس بلایند و میگم قانون باید سکس بلایند باشه، قانون باید به تمایلات جنسی مردم کاری نداشته باشه، به طریق اولا بدیهی بسپره که حقشونه. من چرا باید من بیام جنبش امتیاز طلبی قشری صنفی، صنفیت جنسی ممال زنم هم اینطوره، جنبش فمینیستی بخشش مشخصا داره امتیاز طلبی قسمتی میکنه برای اینکه بتونه اونا این تفر مردا گرفتن اون تفر هم زنا بگیرن شروع کنن توپ بزنن سرکل هم دیگه، که نتیجهش اینه که من باید بچم توضیح بدم چرا لورن با پیت این کارو کرده و چرا یه عده از این کارش راضی ان و چرا در اینها سمپاتی داریم به خودش و در حال چرا شوهرش حالا خالی بعد بشینیم اینا توضیح بدیم برای اینکه اینجا بشه تیرانداز کنم. نمیشه رفت بگی گفت این کار جنایت بود، اون رفتارم که این با اینکه جنایت، ولی جنایت توجیه نمیکنه. بارها اینو ما گفتیم، این مبنای کار ما نیست. جنبش فمینیستی از ما میخواد یه اصل رو ساده رو بذاریم کنار که جنایت رو توجیه نمیکنه، مگر لینچ کردن که از رو باب میشه دیگه. من میگم آقا جان جنبش هموسکسوالا، جنبش لزبیانا و گیا جنبشی است برای گرفتن امتیازات خاص. بعضی هاش در این حال جنبش به هیچ جنبشی یاری گرفتن امتیازات نمیتونه قبلا بدهی ها رو صاف نکنه، قبلا تبعیضایی که علیه اون آدم میشه رو علش مبارزه نکنه، تا اونجاش رو با من یه حرفو میزنه. ولی وقتی شروع کرد که من میخوام بیام تو مدرسه در زمین یه چیزی هم بگم به بچه‌ها راجع به اینکه برید گی باشید، میگم شما خودت میگید این چیزی که از درون حس میکنی، حالا ولی میخوای بیاد من بچه‌ها بگی شما از درون حس کنی چی میخواد بگی بهشون؟ مگه من میرم بچه‌ها بگم هتروسکسوال باشی؟ من کسی دیگه میره چیزی اینو من بیوختم به عنوان جنبش گیاهخوارم اشکالی نداره، من شخصا گیاهخوارم، مطلقا گوشخوار نیستم، خیلی هم سطح تبعیضم. تو این 4 روز مشخص بیشتر از گیاه تبعیض بودم. را بیوختم تو مدارس رئیس بدیم و علیه گوشخواری حرف بزنیم، میگه آقا برادر تو اولای انقلاب باید تنظیم بین‌المللی بکن، میگه این حرف تو بزن، میگه اشکال نداره بگم حق، ولی باید کمونیست ها اینو به رسمیت بشناسن که من برم تو هر مدارس بگم ملت گوش نه بخورم. میگه خیلی این هنوز امری نیست که من بتونم از این دفاع بکنم. من میگم جنبش بر حسب تمایل جنسی رو قبول ندارم. نکته دیگه، یعنی جنبش طبقاتی خودم هم میگه احتیاجی به این جنبش نیست، برای که جنبش من نه فقط این خلا به رسمیت نشسته، قانون رو سکس بلایند میکنه، کما اینکه جنبش سیاهان قبول ندارم. من طرفدار این نیستم که هر حوزه حزب کارگری 55 سیاه داشته باشه 45 سفید، برای اینکه نسبت به جامعه اینه، این طرفدار نیستم. هر کی خوب حرف بزنه پاشو بره تو حوزه کارگری حرف بزنه، من به رنگش کاری ندارم، آقا به تمایل جنسیش هم کاری ندارم. اگه علاقه من بودم به پایده لات کار داشتم، قانون کاری نداشته باشه. مثلا نکته دیگه اینه که به نظر من تمایل جنسی جزء تعاریف هویت مردم نیست. یکی یاد بگه شما راجع به کاشونی های چی نگفتی؟ میگم خب نمیخوام قبول کنم یکی خودشو کاشانی تعریف کنه، فقط چرا این آیدن، چرا این کارت هویت رو برای من صادر میکنه؟ من دارم مذهب رو خط میزنم، من دارم ملیت آدم ها رو خط میزنم، دارم رنگشون از تو شناسنامه‌شون خط میزنم، ایشون اومده میخواد تمایل جنسیشون هم ستون باز کنم بنویسم براش. چرا من این آیدنتیتی رو قبول نمیکنم از شما بونم بچه معرف خودت؟ قبول نمیکنم از شما. این امری است که به ضرر جنبش من تموم میشه، به ضرر امر انسان به طور کلی تموم میشه. یه آدم اون آخر میدونی دو جور آدم در جهان هست، هتروسکسوال و هوموسکسوال. من که بر مبنای تمایل جنسی بنا شده، ما یه سری هویت قلابی رو از این در نمیریزیم بیرون که یه سری مدل روز قرن 20 میشه از اون در بیریم تو.
من سمپاتی با این هویت ندارم، برای همه تک تک آدم ها با هر تمایل جنسی حتی سادو مازوخیسته احترام قائلم، چون دو تا آدم بالغ هم میخوام دیگه بزنن این کار منش. شکایت کرده داره پلیس میره بررسی میکنه، خودشون قانون دارن که چطور باید زد، فرمول دارن. این مسابقه بوکس، تو بوکس هم همون سادیسم و مازوخیسمی که منتها جنسی نیست دیگه، ممکنه برای ده تا اونم هست. میرم میشه نگاه میکنم میزنم هم دیگه، دو تا آدم بالغ نشستن میخوان سادو مازوخ حلقه میندازن به هر جایی که شما ممکنه فکرشو بکنی، میرم جلاشو بگیرم میخوام این کار رو بکنم. متوجه چی میگم؟ من میگم من ولی جنبش را بندازم که آقا اینا جلو حلقه انداختن ما به گوشمون و جای دیگه اونو میگیرن، میگم باش ما قانون ما حلقه بلاینده و مالی واسه حلقه یا جا باز نمی کنم تو هویت های جدید ایجاد کنم تا وقتی دارم سیاه رو از بین ببرم. من روی موزم اینه در نتیجه مقاومت می کنم در مقابل این تست. سمپاتی این جنبش های رنگین کمانی هم قبول ندارم که باید نه هر نشی آمریکایی رو باز میکنی صحبتش اینه که گیا و لزبیان ها اینو گفتن فلان اینو گفت مکزیکی ها اینو گفتن ورکشاپ فلان که از یه تعداد مکزیکی با یه تعداد لزبیان تشکیل میشه بعد این نتیجه رسید راجع به کائنات. میگه مثلا من این هویت و این ورکشاپ هم قبول ندارم، این هویت نشد برام. من میگم وارد کردن اینا ما رو دست ما نیست که چه برداشتی مردم از ما میکنن. خیلی جوام میگه ها از کمونیست کارگر ایران هم رفت قاطی این جماعت احزاب رنگین کمانی که قرار هر کسی قور میزنه اگه به خصوص جین تنش باشه اونو به رسمیت بشناسه و جین خوب قبول نمیکنه، حلقه انداخته باشه و هر جاشو شروع کنه یه جوری حرف بزنه قهوه بخوره فال بگیر. من میخوام بگم جنبش های عجیب و غریب زیاده، دلیل نداره ما بریم دنبالش. ما جنبش طبقاتی دنبال میکنیم، ادعامون اینه که قوانین ما تبعیض رو به طور کلی از بین میبره. ادعامون هم کشکی نیست، همین قانون که نوشتیم میگم یه دوست گیه ما چه یا یه جنبش گیه چه ایرادی میتونه از حرف ما بگیره؟ میگه چرا به نفع من تبعیض مثبت نمیذاره دیگه، فقط اینو میتونه بگیره. یا چرا هویت منو به عنوان هویت معتبر تو جامعه انسانی قبول نمیکنه؟ میگم کمونیست هم هویت ملی رو قبول نمیکنم، هویت که سرش جنگ میشه خونریزی میشه به خاطر اینکه بگن واقعا